مرحوم محدث قومی صاحب مفاتیح تو کتاب سفینت البهار نقل کرده که حضرت موسی به خداوند متعال عرض کرد که خدایا عابدترین بندت رو به من نشون بده، عابدترین بندت رو. البته معلومه دی، یعنی بعد از خود حضرت موسی، ولی عابدترین که خود ایشون بود. بهش آدرس دادن که موسی فلان جا هست. حضرت موسی طبق آدرس رفت، دید یه فردی فلج، زمینگیره، مرض جزام هم داره، جزامی هیچ که بهش نزدیک نمیشه، مرض برس هم داره، پیسی، لکه‌هایی که رو پوست، یه مرض جلدی. حضرت موسی تو روایت داره گمان کرد اشتباه اومده راه رو، فکر کرد عابدترین بنده خدا مثلا الان باید سجادهش پهن باشه، و گفت خدای درست اومدم؟ جبرئیل ناظر شد که یا موسی درست اومدی، و الان من مأمورم بینایی این فرد رو هم بگیرم. دردم اون شخص نابینا شد. تا نابینا شد سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت یا بار و یا وسول، ای خدایی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی. حضرت موسی دیگه رفت جلو، گفت بنده خدا، من موسی هستم، پیغمبر الهی هستم، مستجاب الدعوه هستم، اگر چیزی از خدا میخوای به من بگو، برات از خدا بخوام. او گفت ممنونم یا موسی، اون چی که خدا صلاح من بوده به هم داده، اون چی که نداده حتما به صلاح هم نبوده دیگه، خدا که بخیل نیست، ممنونم، نه نمیخوام. حضرت موسی سوال کرد، گفت بنده خدا، خدا چی بهت داده؟ ظاهرت هم ازت گرفته، قیافه ای هم نداری. حالا این تعبیر قیافه ای نداری مال من ها، ظاهری نداری، جزامی و پیسی و نابینایی و فلج که کسی هم بهت نداد. خدا چی بهت داده؟ چرا سرتو بلند کردی گفتی خدایی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی، چی بهت داده؟ برگشت گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه‌ای که گشتی طبق آدرس من رو پیدا کردی، خدا معرفتش رو فقط به یک نفر داده، اونم منم. من فقط خدا پرستم، بقیه بت پرستن. میخوای خدا رو شکر نکنم که اینقدر به من نعمت داده؟ که حضرت موسی فهمید عابدترین بنده خدا شاکرترین بندش، اونی که بیشتر داده های خدا رو میبینه، قدردان هست، او عابدترینه که خدا بیشتر قبولش داره. بعضی ها هستن تو دل بلا شکر میکنن، الله اکبر. مرحوم آیت الله بافقی، اگه یه موقع قوم رفتید بعد از زیارت حرم است معصومه، مسجد بالا سر، حتما سر قبر وافقی برید. از عاشقای امام زمان بود، فوق‌العاده بود. حوزه علمی قم رو دو نفر تأسیس کردن که شما یک نفرش رو معمولا معروفه که میشنوید، آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، اما نفر دوم پشت پرده بود، آیت بافقی بود. آیت الله بافقی به ایشون گفت حاج آقا شما مرجعی، شما جلو بیا و هر جا به مشکل برخوردی من میرم جمکران از امام زمان برات میگیرم. میرفت و میگرفت. الان پسر آیت الله گلپایگانی در قم هست. مرحوم آیت الله گلپایگانی مرجع تقلید بودن. آقای گلپایگانی میفرمود ما جوان که بودیم کل طلبه هایی که تو قم بودیم 400 تا بود، که حضرت امام هم بود، آیت الله عراقی هم بود، 400 تا طلبه تو قم بودیم کلش. میگفت زمستان بسیار سختی بود، سردی بود، ما چند نفر خدمت حاج شیخ رسیدیم، گفتیم حاج آقا خیلی سرده، اگه میشه یه عبای زمستونیه به هر حال کلفت تهیه بکنید ما رو دوشمون بندازیم محفوظ بشیم این سرما. عاشق گفت من پولم کجا بود که بتونم به شما 400 تا عبا برای شماها بگیرم؟ آقای بافقی اونجا نشسته بود، گفت حاج آقا من میرم براشون بگیرم از امام زمان، من میرم میگیرم. رفت، شب جمعه ای بود، موند جمکران. اون موقع جمکران یه مسجد بسیار کوچکی بود تو بیابان، تک و توک میرفتن جمکران. من که حالا بچگیم یادم ره که جمکران چجوری بود، اصلا قابل مقایسه با الان نبود. رفت شب مون، یعنی میترسیدن بعضیا شب بمونن اونجا. ایشون رفت شب مون، فردا جمعه اومد پیش آیت الله اشرف عبدالکریم، گفت حاج آقا فرمودن هست ولی هست، فرمودن تا شنبه 400 تا عبا میاد. آیت الله گلپایگانی فرمودن تا شنبه 400 تا عبا رو دوش ماها بود. اینو برید بپرسید، پسر آیت الله گلپایگانی الان هست، باباش آیت الله گلپایگانی مرجع تقلید این رو میگفت، خیلی ها اینو از ایشون شنیدن. آقای بافقی از عاشقای امام زمان بود که با رضا خانم تو قضیه کشف حجاب در افتاده بود که تبعیدش کردن از قم. ایشون آخر عمرش پیرمرد سکته کرده بود، مقصودم اینجاست، اینا رو گفتم مقصودم اینجاست، سکته کرده بود، تو بستر افتاده بود، تو همون حال سکته یه چند روز گذشت یه سکته دومی زد و بدنش قسمت لمس شد، دستاش از کار افتاد،
دستاش از کار افتاد. یکی از آقایون میگه من رفتم عیادت ایشون، رفتم گفتم حاج آقا حالتون چطوره؟ گفت الحمدلله، با اون لهجه قشنگی یزدیش، گفت الحمدلله از این دیگه بهترم نمیشه، از صبح تا الان ناز دستامو میکشن، میگن دستا دیگه شما کار نکنید ما لقمه دهنت میذاریم، از صبح تا الان ناز دستامو میکشن، میگن دستا دیگه کار نکنید ما لقمه دهنت میذاریم. تو بلا شاکر بودن، اینا دیگه خیلی هنرمندن. ما خیلی هنر بکنیم تو بلا صابر باشیم، صبر بکنیم، اما اونی که تو بلا شاکره اون خیلی هنرمنده. این جور آدم ها تو زندگیشون هیچ موقع کم نمیارن، بن‌بست ندارن، افسردگی ندارن، گره کور ندارن، هیچ موقع تو زندگیشون نمیبرن، چون میدونن این ملک خدا داره که او با اون پنج صفتی که گفتم داره اداره میکنه. فقط من وظیفم اینه که ببینم نعمتاشو، خدا منو درمانده نمیگذاره. تو سنگین ترین بلا با شما نگاه بکنید، برای همین واسش که اصحاب سید و شهدا، خود حضرتو که اصلا گفتن نداره، که تو سخت ترین بلا شکرش بیشتر میشد. تو گودال قتلگاه که به قول بزرگی سید و شهدا تو گودال قتلگاه وقتی افتاد یعنی چی؟ یعنی دامن تکاند، یعنی هرچی داشت داد، مثل اینا که دامن میتکنن دیگه هرچی از بریزه، هرچی داشت داد. اما باز تو اون لحظه آخر ببینید با خدا وقتی حرف بزنه طلبکار نیست از خدا. ببینید الهی رزم به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسی، ای فریاد رس بیچارگان، یعنی من بیچارتم، زمین خوردتم، خدای من مدعی نیستم، من طلبکار نیستم، تو تا اینجا من آوردی، از اینجا به بعدم باید تو منو ببری. این آدم عبده، بنده است، بنده است. تو سنگین ترین بلا هم نه با عبدالله، کمترین اصحابش هم اینجوری بودن، همشون اینجوری بودن، زبان گله نداشتن، که ذره زبان میدونستن خدا مهمانی براشون ترتیب داده، مهمانیه، منتها ظاهرش بلاست، اون طرفش ضیافت خداوند متعال هستش. تو بین اصحاب سید و شهدا اون کسی که سرآمد اصحاب بود و تا وقتی بود همه بودند و وقتی رفت گویی همه رفتن، علمدار سید و شهدا بود، تا وقتی بود گویی همه بودند. امام صادق علیه السلام وقتی سلام به عموش ابوالفضل میده اینجوری سلام میده، اشهد لک عمو جان، اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی، شهادت میدم شما تسلیم بودی نسبت به فرزند پیغمبر، شما او رو باور داشتی با تمام وجودت، شما وفا کردی. من همین دوتا کلمه رو عرض بکنم، تسلیم و وفا، که تو این شهادت نامه امام صادق اومده. تسلیم بودی، ابوالفضل 15-16 سالش بود که تو جنگ صفین آنچنان رشادتی نشون داد، 15-16 سالش تو جنگ صفین در رکاب پدرش امیرالمومنین آنچنان زهر چشم گرفت، دیگرانی که به عنوان دشمن بودن میدونستن که این شیر بچه امیرالمومنین ترس تو وجودش نیست. خب حالا تو کربلا 34 سالش، یعنی اوج جنگاوری، اوج قدرت، 34 سالشه، اوج تجربه برای یک جوان. خب وقت امام حسین بهش گفتش که چی کار بکن، امام حسین بهش گفت تو نگهبان خیمه ها باش و آب برو بیار، یعنی یه نیروی خدماتی، یعنی اگه آدم بخواد به زبان امروزی بگه یک کلمه بگه که برادر من عملیاتی هستم، تمام فنون رزم من بلدم، من وایسم آب بیار، آب یه نفر دیگه بیاره، من وایسم نگهبانی ابدا. اصلا برای ابوالفضل جنگ مطرح نبود، برای ابوالفضل تسلیم بودن هدف بود، این مهمه، تسلیم ولی خدا بودن. و الا تو برو بجنگ، وقتی که طبق فرمان او نباشی اون جنگ ذره ارزش نداره، اون جنگ که ارزش داره برای او تسلیم بودن مهم بود. اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا، وفا یعنی یه کاری رو پروپیمان انجام دادن، نصف نیمه نه، مثل که بابا به بچهش میگه که برو فلانی رو صدا کن بیاد، میره در خونه او یه صدا میزنه، وقتی میبینه کسی نیست فوری برمیگرده، نصف نیمه است، یعنی وای نمیسه کارو تموم بکنه. وفا یعنی پروپیمان کاری رو انجام دادن.
ابوالفضل علیه السلام آنچنان پروپیمان کار رو انجام داد که وقتی وسائل شهدای کربلا به غارت رفت، به دست یزید تو شام رسید، تو بین وسائل غارت شده یه پرچم بود، هیچ جای سالم نداشت، فقط جای دستگیرش بود. یزید گفتش که این پرچم دست کی بود؟ گفتن دست عباس ابن علی. بلند شد گفت شنیده بودم عباس شجاعه، اما نمیدونستم انقدر. شنیده بودم وفاداره، اما نمیدونستم انقدر. این پرچم هیچ جای سالم جز دستگیرش نداره. معلومه که تیرها رو خود اون فرد خورده همه رو، ولی این پرچم رو از دست. چون میدونید تو قدیم پرچم نگه داشتن یعنی لشکر هنوز برپاس، پرچم که میافتاد یعنی لشکر از بین رفته. وفای ابوالفضل جوری بود که وقتی دم آخر آخرین نفر اومد برای اینکه به سمت میدان بره، اجازه گرفت، برادر بزرگوارش اجازه بهش داد، رفت مشک. اول امام حسین فرمود به نفسی ان جانم فدای تو، برو آب بیار، برو آب بیار. یک چیزی دید ابوالفضل، آدمی که جوان مرده آتش میگیره، رفت تو خیمه مشک. وقتی دید این خیمه های آویزان و خشکیده، اما زیرشون یه مقداری انگار خاک قهوه‌ای تره، نمیداره، بعضی از بچه ها شکماشون رو بالا زدن به اون خاکی، یه مقدار آتششون که این صحنه را ابوالفضل وقتی دید تاب نیاورد، یه مشک رو برداشت و رفت. بچه ها که دیدن عمو رفته بود گفتن تموم شد، آتشمون تموم شد، عمو رفت. چون میدونستم مشکل گشاست، هر جا ابوالفضل میرفت گره رو باز میکرد. اما بچه های ابا عبدالله، این عمو دیگه بر نمیگرده، این عمو دیگه رفت. وقتی رفت برای جنگ انگار نرفته بود. حضرت ام البنین تو شعراش میگه عباسم اگر شمشیر تو دستت بود کسی بهت نزدیک نمیشد، لوکان سیف و کفی یدیک لما دنا. معلومه که فقط میخواست این مشکو برسونه، یعنی فقط هدفش این بود که آب بیاره. لذا وقتی از شریعه اومد بیرون مشک رو گرفته بود با یه دست علم رو، اصلا انگار نگاه نکرد دستاش کجا افتاد، این مشک باید برسه. تو مقاتل نوشتن گویی فرار میکرد به سمت خیمه ها. اینو بشنوید اونایی که میفهمید بعدن گریه کنید. یعنی چی فرار میکرد به سمت خیمه؟ یعنی نمیخواست وایسه به جنگه، میخواست برسونه. این وفا اینه. یه جا بود یه کار کردن که ابوالفضل دیگه وایساد، میدونستن باید اون کارو بکنن. وقتی تیر به مشک زدن فوقف العباس، یه مرتبه وایساد دیگه. ابوالفضل برای چی میخوای بری خیمه؟ میخوای دستای بریدت رو نشون بدی بچه های حسین دق کنن؟ دیگه برای چی میخوای بری؟ همونجا وایساد. عمود آهنین اومد بر سنش، دیگه نتونست. هم خدایا به عظمت ابوالفضل، خدایا به آبروی او قسمت میدیم، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما. صلواتی عنایت بفرما.